بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سوره بقره آیه 62. هر مسلمان و یهود و نصارا او ستاره پرست که از روی حقیقت به خدا و روز قیامت ایمان آورد و نیکوکاری پیشه کند، البته از خدا پادشاه پاداش نیک یابد و هیچگاه بیمناک و اندوهگین نخواهد بود. و ای بنی اسرائیل، یاد آرید وقتی که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بر بالای سر شما فرا داشتیم و دستور دادیم که احکام تورات را با عقیده محکم پیروی کنید و پیوسته آن را در نظر گیرید، باشد که پارسا و پرهیز کار شوید. بعد از آن همه عهد و پیمان از حق روی گردانیدید و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نمی شد، البته در شمار زیانکاران عالم بودید. محققا دانسته اید جماعتی از شما که عصیان ورزیده حرمت شنبه را نگاه نداشتند، آنان را مسخ کردیم و گفتیم بوزینه شوید و این عقوبت مسخ را کیفر آنها و عبرت اخلاف آنها و پند برای پرهیزکاران گردانیدیم و به یاد آرید وقتی را که موسی به قوم خود فرمود که به امر خدا گاوی را ذبح کنید. قوم گفتند ما را به تمسخر گرفته ای؟ کشتن گاو با یافتن قاتل چه تناسب دارد؟ موسی گفت پناه میبرم به خدا از آن که سخن به فسوس و تمسخر گویم، که این کار مردم نادان است. قوم موسی گفتند از خداوند بخواه که خصوصیت و چگونگی گاو را معین فرماید. موسی گفت خدا می فرماید گاوی باشد نه پیر از کار افتاده و نه جوان کار نکرده، بلکه میانه این دو حال باشد. حال که معین شد آنچه مأمورید انجام دهید. باز قوم به موسی گفتند از خدا بخواه که رنگ آن گاو را نیز معین فرماید. موسی جواب داد خدا می فرماید گاو زرد زرینی باشد که رنگ آن بینندگان را فرح بخش است.
باز گفتند از خداوند بخواه چگونگی آن گاو را کاملا برای ما روشن گرداند که هنوز بر ما مشتبه است چون رفع اشتباه ما شود. البته اطاعت کرده و به خواست خدا راه هدایت پیش گیریم. موسی گفت خدا می فرماید آن گاو هم آنقدر به کار رام نباشد که زمین شیار کند و آب به کشتزار دهد و هم بی عیب و یک رنگ باشد. قوم گفتند اکنون حقیقت را روشن ساختی و گاوی بدان اوصاف کشتند، لیکن نزدیک بود در این امر باز نافرمانی کنند. بیاد آرید وقتی که نفسی را کشتید و یک دیگر را در موضوع آن متهم کرده و نزاع برانگیختید و خداوند رازی که پنهان می داشتید آشکار فرمود. پس دستور دادیم که پاره ای از اعضای آن گاو را بر بدن کشته زنید تا ببینید که این گونه خداوند مردگان را زنده خواهد فرمود و قدرت کامله خیش را به شما آشکار خواهد ساخت که قدرت خدا به اسباب عادی احتیاج ندارد. پس با این معجزه بزرگ باز چنان سخت دل شدید که دلهایتان چون سنگ یا سخت تر از آن شد، چه آنکه از پاره سنگ ها نهرها بجوشد و برخی دیگر سنگ ها بشکافد و باز آبی از آن بیرون آید و پاره ای از ترس خدا فرود آیند. ای سنگ دلان لجوج بترسید که خدا از کردار شما غافل نیست. آیا طمع دارید که یهودیان به دین شما بگروند در صورتی که گروهی از آنان کلام خدا را شنیده و به دلخواه خود تحریف می کنند؟ با آنکه در کلام خدا تعقل کرده و معنی آن را دریافتند، هرگاه با مؤمنان روبرو شوند گویند ما نیز مانند شما ایمان آورده ایم و چون با یکدیگر خلوت کنند گویند چرا دری که خدا از علوم برای شما گشوده به روی مسلمانان باز کنید تا به کمک همان علوم و ادله رسالت پیغمبر خاتم با شما محاکمه و خصومت کنند،
چرا راه عقل و اندیشه نمی پویید؟ آیا نمی دانند که خدا بر آنچه پنهان داشته و یا آشکار کنند آگاه است؟ بعضی عوام یهود که خواندن و نوشتن هم ندانند، تورات را جز آمال و آرزوی باطل خود نپندارند و تنها پابست خیالات خام و پندار بیهوده خیشند. پس وای بر آن کسان که از پیش خود چیزی نوشته و به خدای متعال نسبت دهند تا به بهای اندک و متاع ناچیز دنیا بفروشند. وای بر آنها از آن نوشته و آنچه از آن نوشته‌های موهوم و مجعول به دست آورند. و یهود گفتند که هیچ وقت خدا ما را در آتش عذاب نکند مگر چند روزی معدود. بگو به آنان آیا بر آنچه دعوا می کنید عهد و پیمانی از خدا گرفته اید که آن عهد مسلم بپاید و هرگز تخلف نکند، یا چیزی به خیال جاهلانه خود به خدا نسبت می دهید؟ آری هر کس اعمال زشت اندوخت و کردار بد به او احاطه نمود، چنین کس هر که باشد اهل دوزخ است و در آن آتش پیوسته معذب خواهد بود. و کسانی که ایمان آورده اند و کارهای نیک و شایسته کردند، آنان اهل بهشتند و پیوسته در بهشت جاوید متنعم خواهند بود. و یاد دارید هنگامی را که از بنی اسرائیل عهد گرفتیم که جز خدای را نپرستید و نیکی کنید درباره پدر و مادر و خیشان و یتیمان و فقیران و به زبان خوش با مردم تکلم کنید و نماز به پای دارید و زکات مال خود بدهید، شما طایفه یهود عهد شکسته و روی گردانیدید جز چند نفری و شمایید که از حکم و عهد خدا برگشتید. و بیاد آرید هنگامی که از شما عهد گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از خانه و دیار خود نرانید. پس بر آن عهد اقرار کرده و گردن نهادید و شما خود بر آن گواه می باشید. با این عهد و اقرار باز شما به همان خوی زشت اسلاف خودید که خون یکدیگر می ریزید و گروه ضعیف را از دیار خود می رانید
و در بدکرداری و ستم بر ضعیفان همدست و پشتیبان یکدیگرید و چون اسیرانی بگیرید برای آزادی آنها فدیه می طلبید. در صورتی که به حکم تورات اخراج کردن آنان تا چه رسد به قتل آنها، محققا بر شما حرام شده است. چرا به برخی احکام تورات که به نفع شماست ایمان آورده و به بعضی دیگر کافر می شوید؟ پس جزای چنین مردم بدکردار چیست؟ بجز ذلت و خاری در زندگی این جهان و سخت در این عذاب در روز قیامت و خدا غافل از کردار شما نیست. اینان همان کسانند که متاع دو روزه دنیا را خریده و ملک ابدی آخرت را فروختند، پس در آخرت عذاب آنها هیچ تخفیف نیابد و هیچ کس آنان را یاری نخواهد کرد و به موسی کتاب تورات را عطا کردیم و از پی او پیغمبران فرستادیم و عیسی پسر مریم را به معجزات و ادله روشن حجت ها دادیم و او را به واسطه روح القدس اقتدار و توانایی بخشیدیم. آیا هر پیغمبری که از جانب خدا اوامری برخلاف هوای نفس شما آرد سر پیچیده و از راه حسد گروهی را تکذیب می کنید و جمعی را به قتل می رسانید و آن گروه گمراه به تمسخر با پیغمبران گفتند دلهای ما در حجاب غفلت است، چیزی از سخنان شما در نمییابد. چنین نیست که گفتند، بلکه چون اتمام حجت شد و فهمیده نپذیرفتند، خدا بر آنها لعن و غضب فرمود زیرا کافر شدند و در میان آنان اهل ایمان بسیار اندک بود. و چون کتاب آسمانی قرآن از نزد خدا برای هدایت آنها آمد، با وجودی که کتاب تورات ایشان را تصدیق می کرد و با آنکه خود آنها پیش از بعثت انتظار فتح و غلبه به واسطه ظهور پیغمبر خاتم بر کافران داشتند و از خدا به نام آن پیغمبر طلب فتح و نصرت بر کافران می نمودند. آنگاه که آمد با مشخصات شناختند که همان پیغمبر موعود است، باز کافر شدند
و از نعمت وجود او ناسپاسی کردند که خشم خدا بر گروه کافر باد. بد معامله با خود کردند که به نعمت قرآن که از لطف خدا بر آنها نازل شد کافر شدند و از روی حسد راه ستمگری را پیش گرفتند که چرا خدا فضل خود را مخصوص بعضی از بندگان گرداند و به واسطه این حسد باز خشمی دیگر از خدای برای خود طلبیدند و برای کافران از قهر خدا عذاب خاری مهیاست. و چون به طایفه یهود گفته شد به قرآن که خدا برای هدایت بشر فرستاده، ایمان آرید، پاسخ دادند که تنها به تورات چون به ما نازل شده ایمان آوریم و به غیر از تورات کافر شدند، در صورتی که قرآن کتاب حق است و کتاب آنها را تصدیق می کند. بگو ای پیغمبر، اگر شما در دعوای ایمان به تورات راستگو بودید، به کدام حکم تورات از این پیش پیامبران خدا پیغمبری را کشتید؟ با آن همه آیات و معجزات روشن که موسی برای شما آشکار نمود، باز گوساله پرستی اختیار کردید که مردمی سخت جاهل و ستمکارید. و به یاد آرید وقتی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بر فراز شما بداشتیم که باید آنچه فرستادیم با ایمان محکم بپذیرید و سخن حق بشنوید. شما گفتید خواهیم شنید و در نیت گرفتید که در عمل عصیان خواهیم کرد. از آن رو دلهای شما فریفته گوساله شد که به خدا کافر بودید. بگو ای پیغمبر، ایمان شما سخت شما را به کار بد و کردار زشت می گمارد. اگر ایمان داشته باشید، بگو ای پیغمبر، اگر سرای آخرت را با آن همه نعمت خدا به شما اختصاص داده، دون سایر خلق بایستی همیشه به مرگ آرزومند باشید. اگر راست میگویید و هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد، زیرا عذاب سخت به واسطه کردار بد برای خود در آخرت مهیا کرده اند و خدا به همه ستمکاران آگاه است
و بر همه پیداست که یهود به حیات مادی حریص‌تر از همه خلقند، حتی مشرکان از این رو هر یهودی آرزوی هزار سال عمر می کند و اگر به آرزویش برسد عمر هزار سال هم او را از عذاب خدا نرهاند و خدا به کردار ناپسند آنان آگاه است. بگو ای پیغمبر، هر کس که با جبرئیل دشمن است با خدا دشمن است، زیرا او به فرمان خدا قرآن را به قلب پاک تو رسانید تا تصدیق سایر کتب آسمانی کند و برای اهل ایمان هدایت و بشارت آرد. هر کس با خدا و فرشتگان و رسولان او و جبرئیل و میکائیل دشمن است، چنین کسی محققا کافر است و خدا هم دشمن کافران خواهد بود. و ما برای ثبوت پیغمبری تو آیات و دلایل روشن فرستادیم و به جز کافران و اهل عناد کسی انکار آن نخواهد کرد. برای چه هر عهد و پیمان که با خدا و رسول بستند گروهی می شکنند؟ نه تنها اینان عهد شکنند، بلکه اکثر آنها اصلاً ایمان نخواهند آورد. و چون پیغمبری از جانب خدا بر آنان فرستاده شد که به راستی کتب آسمانی آنها گواهی می‌داد گروهی از اهل کتاب کتاب خدا را پشت سر انداختند و به حکم آن کتاب که امر به ایمان آوردن به قرآن می کرد رفتار نکردند، گویی از آن کتاب هیچ نمی دانند. و پیروی کردند سخنانی را که دیو و شیاطین در ملک سلیمان به افسون و جادوگری می‌خواندند و هرگز سلیمان به خدا کافر نگشت، لیکن دیوان همه کافر شدند و سحر به مردم می‌آموختند و آنچه را به دو فرشته هاروت و ماروت در بابل نازل شده یاد می دادند و آن دو ملک به هیچ کس چیزی نمی آموختند مگر آنکه بدو می گفتند که کار ما فتنه و امتحان است، مبادا کافر شوی. و دیوان به مردم چیزی که میانه زن و شوهر جدایی افکند می آموختند و زیان نمی رسانیدند به کسی مگر آنکه خدا بخواهد.
و چیزی که می آموختند به خلق زیان می رسانید و سود نمی بخشید و محققا می دانستند که هر که چنین کند در عالم آخرت هرگز بهره‌ای نخواهد یافت و آنان به بهای نفوس خود زشت‌ترین متاع را خریدند اگر می دانستند و محققا اگر آنها ایمان آوردند و پرهیزکار شوند بهره‌ای که از خداوند نصیب آنها شود بهتر از هر چیز خواهد بود. ای اهل ایمان، هنگام تکلم با رسول حق به کلمه رائنا تعبیر مکنید، مگویید ما را رعایت کن، بلکه بگویید ناظر احوال ما باش و سخن خدا را بشنوید و بدانید که برای کافران عذاب دردناک مهیاست. هرگز کافران اهل کتاب و مشرکان مایل نیستند که بر شما مسلمین خیری از جانب خدا نازل شود، لیکن به فضل و رحمت خیش هر که را بخواهد مخصوص گرداند و خدا صاحب فضل عظیم است. هرچه از آیات قرآن را نسخ کنیم یا حکم آن را متروک سازیم بهتر از آن یا مانند آن بیاوریم. آیا مردم نمی دانند که خداوند بر هر چیزی قادر است؟ آیا نمی دانند که پادشاهی آسمان ها و زمین مختص خداوند است و شما را به جز خدا یار و یاوری نخواهد بود؟ آیا اراده آن را دارید که شما نیز از پیغمبر خود درخواست کنید؟ آن تقاضاهای بی جایی که بنی اسرائیل از موسی داشتند در زمان گذشته و هر که ایمان را مبدل به کفر گرداند بی شک راه راست را گم کرده است. بسیاری از اهل کتاب آرزو و میل آن دارند که از ایمان شما را به کفر برگردانند به سبب رشک و حسدی که بر ایمان شما برند بعد از آن که حق بر آنها آشکار گردید. پس اگر از آنها به شما مسلمین ستمی رسید درگذرید و مدارا کنید تا هنگامی که فرمان خدا به جنگ یا صلح برسد، که البته خدا بر هر چیز قادر و تواناست، و نماز به پا دارید و زکات بدهید و بدانید که آنچه از اطاعت حق و کار نیکو برای خود پیش می فرستید
پاداش نیکو در نزد خدا خواهید یافت، که محققاً خدا بر هر کار شما آگاه است. و یهود گفتند هرگز به بهشت نرود جز طایفه یهود، و نصارا گفتند جز طایفه نصارا. این احلام و آرزوهای آنهاست. بگو ای پیغمبر، بر این دعوای برهان آورید اگر راست میگویید. آری، کسی که از هر جهت تسلیم حکم خدا گردید و نیکوکار گشت، مسلم اجرش نزد خدا بزرگ خواهد بود و او را هیچ خوف و اندیشه و هیچ حزن و اندوهی در دنیا و آخرت نخواهد بود. یهود بر این دعوایند که نصارا را از حق چیزی در دست نیست. ببخشید، یهود بر این دعوایند که نصارا را از حق چیزی در دست نیست، و نصارا بر این دعوا که یهود را در صورتی که هر دو گروه در خواندن کتاب آسمانی یکسانند، یعنی هر دو طایفه اهل کتاب آسمانی و به خواندن از آن بهره‌مندند، این گونه دعواها نظیر گفتار و مجادلات مردمی است که از کتاب آسمانی بی بهره اند و خداوند در این اختلافات روز و خداوند در این اختلافات روز قیامت حکم خواهد فرمود. کیست ستمکارتر از آن که مردم را از ذکر نام خدا در مساجد منع کند و در خرابی آن اهتمام و کوشش نماید؟ چنین گروه در مساجد مسلمین در نیایند جز آن که بر خود ترسان باشند. این گروه را در دنیا ذلت و خاری نصیب است و در آخرت عذابی بزرگ. مشرق و مغرب هر دو ملک خداست، پس به هر طرف روی کنید به سوی خدا روی آورده اید. خدا به همه جا محیط و به هر چیز داناست. او پاک و منزه از آن است، بلکه هر چه در آسمان ها و زمین است ملک اوست. و گروهی به دروغ گفتند که خدا دارای فرزند است و همه فرمان بردار اویند. او آفریننده آسمان ها و زمین است و چون اراده آفریدن چیزی کند، به محض آنکه بگوید موجود باش، موجود خواهد شد. این مردم نادان اعتراض کردند که چرا خداوند با ما سخن نگوید؟
یا معجزه و کتابی بر ما نفرستد. پیشینیان هم به مانند اینان از روی نادانی چنین سخن می گفتند، دلهایشان در بیفهمی به هم شبیه هست. ما ادله رسالت و علائم رسولان حق را برای اهل یقین به خوبی روشن گردانیدیم. ای پیغمبر ما، تو را به حق فرستادیم که مردم را به نعمت بهشت، به نعمت بهشت جاوید مژده دهی و از عذاب جهنم بترسانی، و تو مسئول کافران که به راه جهنم رفتن نیستی.